اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران. مشاهده و نظر شما درباره دور جدید اعتراضات چیه؟ موج جدید اعتراضات در ایران که روز سه‌شنبه در اصفهان و گردشت کرج آغاز شد و کم کم به شهرهای شیراز و رشت رسید، بنا به آخرین گزارش‌ها به 10 شهر بزرگ ایران گسترش یافت. بر اساس ویدیوهایی که به دست ما در صدای آمریکا رسیده، میتونیم برخی از این شهرها رو تایید کنیم: تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، همدان، کرمانشاه، اهواز و ورامین از جمله شهرهایی هستند که شاهد حضور مردم در خیابان‌ها هستند. در این میان فیلم‌ها و گزارش‌های ارسالی به صدای آمریکا از حمله ماموران به مردم معترض در برخی از این شهرها هم خبر می‌ده. همزمان در برخی از این فیلم‌ها تظاهرکنندگان شعارهای تندی علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران سر دادند. در برنامه امشب از شما می‌خوایم بپرسیم که مشاهده شما از اعتراضات تاکنون چه بوده و چشمانداز این اعتراضات را چه می‌دانید. در برنامه امشب برای اینکه بتونید در همراه ما باشید و نظرتون رو بگید، میتونید از طریق شماره تلفن 202-205-2654 با ما تماس بگیرید یا تلفن‌هاتون از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید تا همکارانم با شما تماس بگیرن. تو میتونید از طریق اسکایپ به صورت صوتی، تصویری و نوشتاری هم همراه ما باشید. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام صدای آمریکا یکی دیگر راه‌های ارتباطی برنامه است که میتونید به آدرس @sendvoa در تلگرام نظرتون رو ارسال کنید. من افشار سیگارچی هستم، در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم. همینجای برنامه رو آغاز کنم. من جا داری اشاره بکنم یه سوء تفاهم نشه، ما اسم شهرهایی که اشاره کردم اسم شهرهایی بود که فیلمشون برای ما مستند رسید، روی فیلم صحبت شد که تاریخ امروز اینه، اینجا فلانجاست، شاید در شهرهای دیگر هم شلوغ شده باشه. به هر صورت برای همین من فقط اسم یک سری شهرهایی که برای ما حداقل تایید شده هستش رو گفتم و بخشی از تصاویر و محتویات برنامه امروز ارتباط داره با اعتراضات روز گذشته. اگر امروز هم اعتراضی در شهر و منطقه شما بوده، میتونید در موردش صحبت کنید و همینطور که این چشم‌انداز شما از این دور جدید اعتراضات در ایران به چه صورته. برنامه رو با آقای جعفری از تهران آغاز میکنم که از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای جعفری سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. نظر و مشاهدات شما از اعتراضات به چه صورت بوده و چشم‌انداز این اعتراضات رو چه می‌بینید؟ سلام علیکم. درود به شما. خوب هستی آقای سیگارچی عزیز؟ قربانش. آقای سیگارچی عزیز، والا مردم توی شرایطی که هستن یه جور نه شب می‌خوابن صبح یه قیمتیه، روز می‌خوابن میرن بیرون آدمای لباس شخصی به مردم گیر میدن. شما حساب بکنید، نه مردای خانواده ها امنیت دارن، نه زن و بچه مردم امنیت داره، نه هم لحاظ امنیت کاری اقتصادی، هم لحاظ امنیت روحی روانی. این باعث میشه فشارهایی که زیاد باشه مردم میفتن تو خیابون، چون هیچ ارگانی بابت این مشکلات پاسخگو نیست. هر کی هم شخصی به سلیقه خودش هر کاری که دلش بخواد یا قانون آنی وضع میکنه یا برخورد میکنه. دیشب چهار ولیعت دم تئاتر شهر ما بودیم، مردم بودن، مردم ایران تک و تنها. مشاهده هایی که ما بودیم، ما سنمون یه جوریه که سال 78 تهران هم یادمونه بلد. چون بودیم خودمون توی خیابون. شما حساب بکنید مردم ایران نمیتونن به نیروی انتظامی که بابت امنیتشون به وجود اومده اتکا بکنن، نمیتونن به بسیجشون اتکا کنن، نمیتونن به لباس شخصی هاشون اعتماد کنن، نه به سران نظام. از شخص بالا نفر اول بگیرید تا بیایید به پایین که ریسترین
مقامو داره. همه میخوان بزنن تو سر مردم بابت اینی که خودشون دزدی بکنن، خودشون هیزی بکنن، هر کاری که دلشون بخواد بکنن. امروز بازی پرسپولیس بود، وسط دو نیمه اولین بار بود من دیدم که رفتن تو نماز جمعه دارن صحبت میکنن. آقای فکر میکنم کاظم صدیقی بود، یادش افتاده که اقتصاد خرابه. چجوری آقای جنتی به فکر گشنه‌های سومالی هستش ولی هیچ کسی به فکر 75 میلیون ایرانی نیستش؟ تمام مردای خانواده ها شرمنده زن و بچه هاشونن، الان خجالت میکشن، یه جوری میخوام برن که زن و بچه هاشون خواب باشه. آقای سیارچی، این مرد، این سران به کدوم باب دل مردم حرکت کردن؟ مردم چی چیزی میخوان؟ آقای جعفری خیلی عذر میخوام، بین صحبتتون اومدم. خب اینهایی که الان تو خیابون وظیفه سرکوب مردم رو به عهده دارن، اینها نمیبینن این مسائل رو، نمیدونن این مسائل رو؟ ببینید، جالب اینجاست که خود اینا یه سریاشون، همشون نه، یه سریاشون عضو همین مردم هست. گرونی ها رو تحمل میکنن، همه شرایط رو تحمل میکنن، ولی به خاطر ماهی 2 میلیون 3 میلیون پول غیرت ایرانیشون رو از دست دادن. ایرانی داشتیم، جنگ ایران و عراق و هممونم یادمونه، دیدیم چه کارا میکردن. این آدما به خاطر پول شرفشون هم فروختن. خیلی ممنونم از شما آقای جعفری. بد نیست در ارتباط با همین اظهار نظر بخش آخر صحبت‌های آقای جعفری اشاره بکنم به توییت شلدون که در شبکه‌های اجتماعی خطاب به همین ماموران نیروی انتظامی و نیروهای سرکوبگر نوشته بود که هموطن سرکوبگرم، روبروی مردم ایستاده‌ای با باتومی در دست، گفته که حکم قضایی در جیب و اسلحه‌ای بر کمر، جلیقه ضد گلوله بر تن و نیروی انتظامی تا دندان مسلح پشت سرت، ادعای شجاعت و وطن پرستی هم می‌کنی، پول می‌گیری و در خیابانی جونمون رو کف دست می‌گیریم و در خیابانیم، کی وطن پرسته؟ این نکته هم که آقای جعفری اشاره کرد که اینها چه مبلغی میگیرن، بد نیست یه ویدیو در همین ارتباط هست که یکی از کاربران برای صفحه خانم علی‌نژاد هم ارسال کرده بود، گفتگو میکنه با یکی از این ماموران نیروی انتظامی که میگن که بابا ما هم زن و بچه‌مون رو میذاریم میایم بیرون، و بذارید باقیش از زبان خودشون بشنوید. بچه‌مون رو ور کردیم معنی امروز 12 مرداد شاهنشهر جمعه 12 مرداد ماه شاهنشهر خیابان فردوسی. ویدئوی آخری که دیدین یکی از ویدئوهای ارسالی بود که یکی از شهروندان از اصفهان ارسال کرده بود و گفته بود که فضای شهر به شدت امنیتیه. ما پیام‌های زیادی در این ارتباط داشتیم. مثلا یک کاربرم برامون نوشته بود که امروز جمعه شیراز، اعتراض، البته اشاره کردن که ادامه داره. از طرفی کاربران دیگری هم اشاره کردن که الان 2 روز فیلتر شکن‌ها قطع هستن و نمیشه به تلگرام وصل شد و خیلی سخته. به هر سو بریم برگردیم به خطا، بریم این بار به اسکایپ سر بزنیم. آقای کیوان از ایران از طریق اسکایپ همراه ماست. کیوان سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. آیا صدای من رو دارید آقای کیوان؟ آقای کیوان از ایران سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید.
خسته نباشید. درود به شما. عرض به خدمتتون، این رویکرد سوم مردم به این دلیلی که یه زمان شهروند از نوه عملکرد حکومت مثلا متنفر هست، اما فضا قابل تحمله، یعنی بیداد هست ولی اندکی رفاه نسبی هم هست، اما الان دیگه واقعا کارت به استخون مردم رسیده، دیگه واقعا کاتب نمیتونه کاتبی کنه. آقای کیوان، همین ابتدای صحبتتون از خدمتتون بپرسم، اما ما تو همین برنامه هم بارها داشتیم، برخی میان میگن که نه این مسائل فقط یه سری نکات اقتصادی هست، یه سری سوء استفاده میکنن میان تو مردم و این اعتراضات سیاسی جلوه میدن، اما شما میگید که نه، مردم ناامیدن کلا از کل حکومت. دقیقاً اینجور، با اونایی که میان گاهن شنیدن میگن این حباب گونه است، این تورم نوعی حباب، اینا اصلا اینجور نیست آقا. اگر شما فرض کنید یه جنسی رو در یه کشور مثلا 1 کیلو برنج رو در یه کشور مترقی بخرید، بعد با 1 کیلو گوشت یا برنج در کشور ایران مقایسه بکنی، می‌بینیم نسبت ارزی، یعنی ضریب ارزی که در میاد، شاید به دلار 12 به بالا قیمت تخصیص بده. بله. بنابراین یعنی اصلا حبابی وجود نداره. واقعیت مردم از ناراحتی، از بدبختی میان تو خیابون. چون که آقای لاریجانی بهشون آخرین التیماتوم هم داد، گفت اگر بیاین تو خیابون با گلوله روبرو هستین. با این حال مردم میان. بنابراین اصلا نه مسئله اقتصادی هست، نه تحریک کشور ثانوی هست، فقط مشکلی هستش که ناشی از ضعف مدیریت سیستم هست و حکومتی هست که واقعا در اثر تو به تاراج بردن به صحتی مردم به خارج، به این روز مردم رو انداختن. خیلی ممنونم از شما آقای کیوان که در برنامه همراه ما بودید. من سعی میکنم از شهرهای مختلف بگیرم، اگر مشاهدی هم از اعتراض در شهرتون هست یا از فضای شهر بگید اونم ممنون میشم. بذارید به شهر مشهد بریم. آقای علیرضا از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای علیرضا به برنامه روی خط خوش آمدید. درود به شما. وقت بخیر. سپاسگزارم. آقای سیگارچی، الان چند روز هست تو مشهد اعتراض هست. من دیروز نزدیکای ظهر بود منو گرفتن و با هزار تا التماس و درخواست و پارتی‌بازی و تنبل گذاشتن منو تقریبا طرفای عصر ولم کردن که شب اومدم تو برنامه، می‌خواستم خدمتتون عرض کنم و شما نذاشتید. حالا امشب خدمتتون عرض می‌کنم. ببین، امروز آقای علم‌الهدی در نماز جمعه امروز گفت که قیام مردم، این قیامی که این بار شروع شده، قیام گرسنگان هست و ایشون داره و حتی به مردم توصیه کرد که بیان بیرون از مسئولین بخوان که رسیدگی کنه با مشکلاتشون. ببینید، ایشون میخواد روحیه افرادی مثل من و بقیه رو که خواستار براندازی نظام و گذر به یک حکومت دموکراسی و تدوین قانون اساسی و دفاع از هویت ملیشون هستن که میخوان با آزادی برسند و تخریب کنن. شاید تظاهرات این چند روز ابتدا با شعارهای اقتصادی شروع بشه که شما هم اشاره کردیم بهش، ولی در نهایت مردم دیگه کارت به استخونشون رسیده. آقای سیگارچی، مردم آزادی میخوان، دنبال گشنگی نیستن. چند تا برنامه قبل که شما درباره معیشت مردم داشتین صحبت میکردین، از بنده و بقیه دوستان سوال کردین که با این حقوق های کم چجوری مردم دارن سر میکنن. ببینید، مردم تحمل میکنن ولی در صورت اینکه به اصلاحات امید داشتن، ولی الان دیگه مردم از اون داستان رد شدن، واقعا از اصولگرا و اصلاح طلب رد شدن. مردم خواستار آزادی هستن، خواستار تدوین قانون اساسی دوباره هستن تا در اون قانون اساسی جدید بتونن به دموکراسی و به آزادی برسن. مردم دیگه اون خواسته های گذشته رو رد کردن. دیدگاه سال 57 های سیگارچی با الان خیلی تفاوت داره. اگر اجازه بدید من یه انتقاد کوچیک به بعضی از دوستان بکنم که چند تا برنامه قبل اومدن بعضی از اپوزیسیون‌ها رو آلترناتیو اعلام کردن و به نظر من در این برهه از زمان که به اتحاد احتیاج هست، این افراد به نظر من خیانتکار هستند. آقای ترامپ اگر به نظر بنده حرفی از مذاکره هم زد، منظورش مذاکره مستقیم با شخص آقای خامنه‌ای بود که به نظر من این مذاکره مستقیم به مرگ سیاسی آقای خامنه‌ای دچار میشه. پس مردم نترسن، چرا که آقای ترامپ هم گفت من آمادگی
مذاکره دارم، اما شاید اونها آمادگیشو نداشته باشن. خیلی ممنون از تو علیرضا. بذار علیرضا به صحبت‌های آقای علم الهدى اشاره کرد، بعد نیست یه مرور داشته باشیم به اظهار نظر سه تن از امام جمعه‌ای که امروز در مورد اعتراضات مردم صحبت کرد. همونجوری که علیرضا اشاره کرد، من به نقل از دقیقاً واژه به واژه‌ای که آقای علم الهدى گفتن اشاره می‌کنم. گفته این نظام به قیمت خون بچه‌های شما به دست آمده. در مورد این ما برنامه در مورد جانبازان داشتیم، در مورد خانواده شهدا داشتیم، شنیدید که چقدر وضعیت اسفناک. گفته به خاطر پایین افتادن شکم نباید مقابل نظام بیستید، و البته بعد دعوت کرده که مردم بیان و علیه دولت در واقع به پا بخیزن. من چند تا توییت میخوام در ارتباط با اظهار نظر آقای علم‌الهدى. شوهر آهو خانم کاربری در توییتر گفته که علم‌الهدى وقتی که دولت و مجلس تماشاچی هستن شما مردم به صحنه بیایید، و شوهر آهو خانم کاربری که در توییتر این رو نوشته گفته بفرمایید این هم آلترناتیو حضور در خیابان. فائزان گفته چند روزه دارن میگن اعتراضا کار آمریکا و اسرائیل. یک، الان فراخوان علم‌الهدى برای اعتراض رو چگونه تعبیر کنیم؟ دو، اگر کسی به جز علم الهدى از داخل ایران فراخوان میداد نمیشد اردوکشی خیابانی؟ کنایه میزنه به تمام اعتراضات مردمی که در واقع با الفاظ بد به کابرش یا انتساب منتسب شد به خارج از کشور. و سه، گفته الان از سیاست معکوس داره استفاده میشه، یعنی منتظرید مردم با شما چون لج هستن به خاطر اینکه شما گفتید بیاید بیرون نیان بیرون تو خونه بشینن. امیرم گفته دیگه مجوز اعتراضات صادر شده، اگه از این به بعد گرفتنتون میتونید بگید که حضرت آیت الله عظما علم الهدى مجوز صادر کردن، ما هم لبیک گفتیم. امام جمعه اصفهان گفته راه افتادن در خیابان برای این مسائل اصلا معنی نداره. امام جمعه شیراز هم گفته که گرانی، گرسنگی، جنگ و بی‌عدالتی برای امتحان الهی است. من پاسخ مهدی رو میخونم بعد میریم به تلفن. مهدی هم در توییتر نوشته که گرانی امتحان الهی نیست، گرانی حاصل بی ارزگی و بی تدبیری کارگزاران و غارت کشور پشت اسم حکومت دینیه. تا هر وقت مردم دهان باز کنن با یک توجیه خرافی و ساختگی دینی ساکتشان کنید. برگردیم به تلفن ها، بریم به کرج. آقای علیرضا از کرج همراه ما هستن. آقای علیرضا به برنامه روی خط خوش آمدید. سلام از بنده، سپاسگزارم، شبتون بخیر، درود به شما. آقای سیگار، چه من هم یه فرد عادی هم مثل بقیه مردم، با این تفاوت که من قهرمان این مملکتم و جون برم شدیم دیگه. من سنم از 30 سال رد شده، همه عمرم ورزش کردم، همه عمرم رو مسابقه دادم و الان تو این سن، یعنی ببخشید یه مقدار از موضوع شاید خارج بشه، یعنی در رشته ورزشی جزء قهرمانای بودین که در آسیا و جهان مقام داشتین؟ بله، هم مسابقات داخلی هم تورنمنت‌های بین‌المللی مسابقات. خب بعد از این 30 سال این همه زحمت چی شده الان؟ یعنی برای شما هیچ نامی تمام؟ آها، الان کنج خونه نشستیم. به کجا می‌خواست برسید؟ کنج خونه نشستیم دیگه، سنمون هم رد شده، کاری بلد نیستیم، همه عمر ما ورزش کردیم، به جز ورزش و باشگاه و تمرین جای دیگه نرفتیم. از بس به همون نرسیدن، از بس کسی ما رو ندید، از بس کسی صدای ما رو نشنید، الان سنمون هم رد شده، تو گوشه خونه باید بیکار بشینی بدون اینکه درآمدی داشته باشیم. بله، چشم انداز این اعتراضات دور جدید اعتراضات چطور ارزیابی میکنید آقای علیرضا؟ مردم هر کی تو فکر خودش، عقیده خودش، من کاری ندارم مسائل سیاسی رو، ولی اولین مشکل مردم مشکلات معیشتی، مشکلات اقتصادی مردم دیگه خسته شدن، بس با سیلی صورتشون رو سرخ نگه داشتن، مردم دیگه کمرشون شکسته زیر بار گرونی قیمت ها، زیر بار تورم خسته شدن، بس شب خوابیدن صبح پا شدن دیدن گوشت و روغن و برنج گرون شده، جوان ها خسته شدن بس بیکاری دیدن. سپاسگزارم آقای علیرضا، مرسی که همراه ما بودید. بذاریم به رشت هم یه سر بزنیم. آقای محمود از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای محمود به برنامه روی خط خوش آمدید، درود به شما. سلام از بنده است. میشه اول یه شرحی بده در مورد فضای شهر رشت به چه صورت اوضاع؟ والا من الان رشت نیستم، ولی خب دوستان من زنگ زدم به دیروز و امروز، خب
به صورت حالت که نه شعاری باشه بوده، یعنی خب این اجتماعات بوده، ولی خب در کل های سیگارچی مردم واقعا دیگه جون به لبشون رسیده. واقعا من الان یکی از دوستامون تقریبا امروز برگشت گفت تو هفته که گذشته توی آژانس 100 تومن کار کردن، یعنی واقعا تو 7 روز 100 هزار تومن، یعنی روزی 17 تومن 16 تومن. این آدم چجوری میخواد زندگی کنه؟ واقعا مردم دیگه خسته شدن، واقعا دیگه نمیدونم، یعنی جواب اینا سرکوبه، جواب اینا زندانه. کسی هم که میاد یه حرفیو داره باید بهش رسیدگی بشه. الان میگن مسئولین تو این سالا چه پاسخی دادن به مردم؟ هیچ پاسخی ندارن، همه چه پاسخ زندان بوده. بله. میگن نمیدونم به خاطر گرانیه، نه به خاطر همه چیه، به خاطر هزاران مشکلی که ما داریم توی الان داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. یعنی هیچ جوابی ما نمیبینیم، هیچ پاسخی نمیبینیم. مگه خودشون مگه خرید نمیکنن؟ خودشون مگه نمیرن تو خیابون بین مردم؟ بله. سپاسگزارم از تو محمود. محمود اشاره کرد به مشکلاتی که مردم در برای زندگیشون دارن و البته بحث اون بر که سرکوبی که مردم صورت میده، در واقع نیروهای سرکوبگر در قبال مردم انجام میدن. بعد نیست من به کامنت پریزاد اشاره کنم که در اینستاگرام نوشته اش از واژه وحشی استفاده کرده، گفته این وحشی ها اصلا براشون مهم نیست که معترضا هموطنشون هستن، آدمی که صداش از فقر و بدبختی در بیاد باید تو حلقش گاز اشکاور کنی. بیتا هم شهر داده در شهری که زندگی میکنم اوضاع به چه صورته. گفته من دیروز خیابون هاشمیه بودم و در شهر مشهد خدا میدونه به فاصله 20 سانت 20 سانت مأمور بود. البته این نشانه خوبیه چون از نشون از ترس حکومت داره، ولی با این حجم مأمور قطعا کسی جرئت نداره دست به اعتراض بزنه، هرچند همین مأمورام از طرف نظام تحت فشارن. وحید کاربر دیگری که گفته ما پنجشنبه به امر عده‌ای از همکارامون رفتیم، ساعت 11 ظهر بود، به محض رسیدن به شهدا انقدر پلیس بود که نمیذاشتن حتی بیسید، خلاصه نشد تجمع کنیم، ولی حدود یک ساعت بعد جمعیت بیشتر شده بود که جمع شدن، ولی باز هم مردم رو متفرق کردن. و کاربر دیگری هم گفته که نیروهای رژیم با لباسهای لاک‌پشت‌های نینجا تو این گرما نمیتونن زیاد دووم بیارن. بریم یه خط دوباره از اسکایپ این بار بگیریم. آقای رضایی از اصفهان همراه ما از شهری که آغازگر دور جدید اعتراضات بود. آقای رضایی سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. آقای رضایی. بله بله. درود به شما، بفهمید روی خط هستید. سلام. سلام از بنده است. سلام جناب سیگارچی، حالتون خوبه؟ سپاسگزارم. وقت بخیر. جناب سیگارچیان من یه دو دقیقه وقتمو بگیرم یه صحبتی داشته باشم. خواهش. من میخوام خدمتتون عرض کنم که من خودم دیروز تو خیابون بودم شهر اصفهان، شلوغم بود، مردم اومدن دمشون گرم، دستشون درد نکنه، مامورا هم سنگ تموم گذاشتن. ولی نمیخوام نقد کنم این جنبشا رو، خیلی هم موافقم باهاش، ولی هدفی نداریم ما. یعنی این که از یه میدون بریم تا یه میدون دیگه و شعار بدیم، حالا هر چی هستن نوع شعار کاری ندارم، ولی این جو سرخوردگی هیچی نمیاره. یعنی ما یک هفته 10 روز 20 روز هم این کار رو انجام میدیم ولی هیچ هدفی نداریم. ما سال 57 که پدران ما انقلاب کردن چی شد، چجوری شد که یه اتفاق افتاد در عرض یک ماه دو ماه؟ یه آقایی بود به نام خمینی که خودمون میدونیم نه سواد سیاسی داشت نه اقتصاد میدونست، هیچی نمیدونست، ولی 3-4 نفر آدم عاقل کنارش بودن، بهش خط میدادن، براش مد مینوشتن. آقای رضایی جونم ببین، دیدید تو طی تمام این 40 سال هر بار اعتراضی شد، من این از شما میرسم خودتون فقط پاسخ بدید بعد من ادامه سوالم بگم، هر بار اعتراضی تو ایران شد واکنش مقامات چی بود؟ هیچی. همیشه گفتن از فلانجا ساپورت شده، برادر زن صدام بوده. بله بله. حالا این مردمی که آقای رضایی، این مردمی که به خاطر ببین مردم خرمشهری که به خاطر آب میان بیرون، به قول خودشون دیما که به خاطر گرونی بود، حالا بریم قبولم کنیم گرونی بود، 25 نفرشون تو خیابون به رگبار که در واقع کشته شدن، همین الان هم خودشون وضعیت رو میدونن، دلاری که میرسه به 11,000 تومان. بله بله. خب اینا که اینجوری سرکوب میکنن، فردا هم یکی بخواد رهبر بشون هم خارج از کشور که اینا دیگه همه رو با هم میکشن که. نه میدونم، ببینیم الان ما 2-3 میلیون آدم هستن تو ایران که اینا دارن حکومت میکنن به 75-6 میلیون آدم، یعنی اونا براشون اصلا ملاک نیست، دلار بشه 50,000 تومان هم اونا اصلا کیکشون نمیگزه چون براشون مهم نیست. بله. هیچ مدیریتی برای ایران ندارن، هیچ
سیستمی ندارن، فقط دارن به همین سیستم روز به روز میرن جلو و اصلا هیچ برنامه‌ای ندارن برای آینده ایران. ولی این 75 میلیون نفر یعنی نمیتونن متحد بشن، این حکومتی که خودشون حالا آوردن 40 سال پیش بگیرن دوباره و مردم واقعا بیان به حکومت دموکراسی مثل کشور دیگه زندگی کنن. من یه جوون مگه چند بار به دنیا میام؟ من یه بار به دنیا میام، یه بار میخوام زندگی کنم. 35 سال از عمرم تو فقر و حسرت و نداری و بیکاری گذشت و همه همینجور نشست. فکر کنم قطع شد آقای رضایی. برسو نظرش رو شنیدیم، امیدوارم که حالا برحال ما به نیمه برنامه رسیدیم. یه ویدیو هست از یکی از شعارهایی که در واقع یکی از بینندگانم اشاره کرد که بحث فراتر از مسائل گرانیه. بد نیست این فیلم برای دیشب، این رو با هم ببینیم. بذارید یه نگاه به چند تا نظر بکنیم. کاربری در توییتر گفته فرقی که تظاهرات حالا میتونیم بگیم مرداد ما با دیما میکنه اینه که در تظاهرات دیما جمعیت یک دفعه شکل گرفت و مردم به نوعی شوکه بودن و به نسبت وسعتی که تظاهرات شد داشت خیلی زود هم متفرق شد. ولی مرداد آهسته آهسته شکل گرفت، مردم انتظارش رو داشتند و مطمئن باشید به این راحتی هم متفرق نمیشن. کاربر دیگری به نام رضا نوشته که داشتم وارد متروی چهارراه ولیعصر میشدم، خانم میانسالی به مامورای یگان ویژه میگفت بس کنید، خجالت خوب چیزیه، مردم هر روز دارن بدبختر میشن، اون وقت شما با باتوم دستتون گرفتید و به مردم دارید حمله میکنید. فکر کنید خواهر و مادر خودتون هستن. به جدیت میگم انقلاب بعدی انقلاب بانوان این سرزمین خواهد بود. برگردیم به تلفن ها. آقای احمد از تبریز همراه ما هستن. آقای احمد به برنامه روی خط خوش آمدید. درود به شما. سپاسگزارم. ابتدا می‌خواستم این در مورد این دوست عزیزم آقای رضایی بود چه گفتن مردم هدف ندارن اومدن بیرون. اول اینکه کسی که هدف نداشته باشه که نمیاد بیرون. خب مردم گرسنه یا خواستهایی دارن، ناراضیان از این حکومت، میگن آقا نمیتونه معیشت مردم رو، چه حداقل چیزی که باید یه حکومتی تامین کنه اینو نمیتونه و این آقا میاد اینجا مغلطه میکنه، سفسطه میکنه. ایشون نظرشون رو گفت، اشکال نداره آقای. بعد دوم اینکه در مورد چشمنداز، خب چشمنداز شما از همین اعتراضات دیماه نگاه کن، همون اگه ما بخوایم بگیریم دنبالشو، این اعتراض همون دنباله همون اعتراضات دیماه و خیلی قبلناست. حالا ما مثلا فرض کن قبلنا دو سه سال پیش چیزا بیشتر اعتراض در مورد این چیزای حقوق بشری و اینا بود دیگه، ولی امروزه اینجوری شده که کسی نون نداره، همه بیکار و خودشون میگن زیر خط فقره، همه 50% همین دو سه روز پیش نماینده مجلس اومدن گفتن 80%. آره 80%، یعنی همون 20% یعنی که مونده همین هایی یعنی که حکومت میکنن خودش، یعنی همه فقیر رو زیر خط فقر. 6 میلیون الان یه کارگر ما 1,200,000 تومان درآمدشه، میاد پیش قبض گاز میخواد بده، برق میخواد بده، همون مامور نیروی انتظامی. ببخشید آقای احمد، ما فیلمشو گذاشت، همون مامور نیروی انتظامی که نشسته رو موتور داره میزنه خودش 2 میلیون میگیره. آره دقیقاً خودشون. با این وضعیت من نظرم اینه که فکر نکنم مثلا همینجور ادامه پیدا کنه، یعنی امکان نداره که با این شرایط بشه ادامه داد. چی؟ اعتراضات اگه... یا کدوم نمیشه؟ نه همین مدل حکومت کردن. خیلی ممنون از تو احمد، مرسی که تماس گرفتی. ما پیام‌های صوتی هم دریافت کردیم از شما بینندگان، بعد از در اینجای برنامه بتونیم یکی از این پیام‌ها رو گوش کنیم، دوباره برمیگردیم برنامه رو با شما ادامه میدیم. سر خیابون ششم گوهردشت، پارک گوهردشت ششم،
اونجا مردم جمع شدن با یه بسیجاشون صحبت میکردن، آره ما اعتراضیم و فلان میسار. بعد خیلی راحت بسیج میگفت خب باشه اعتراض داشته باشه ولی نجنگید، ولی دعوا نکنید، بزن بزن نکنید. در صورتی که اصلا خدا شده فلک گردش که ما هم قبل از که اصلا دعوا درست بشه بزن بزن شروع بشه، یه دفعه بسیجی مثلا حمله میکردن به یه نفر مثلا میگرفتن میزدن، اصلا مردم مثلا راه میرفتن ولی یه دفعه میگرفتن میزدنشون، یه دفعه میبردن. اصلا خودشون اونو شروع کردن، اونو خودشون مثلا شروع میکنن این دعوا رو، این نزاهای دست جمعی اینا واقعا خودشون، یعنی استارت اول خودشون میزن. بعد دیگه مردم دیگه ناراحت میشدن، دیگه جیغ میزدن، یا مثلا مردم تو کوچه که میفرستن تو کوچه نمیذاشتن بیان تو خیابون اصلی. نمیدونم والا واقعا برای خودم متاسفم به عنوان ایرانی که هممون داریم یه اجتماع داریم زندگی میکنیم. نمیدونم والا چی بگم، برایش متاسفم که اینجوری مردم میخوان ساکت کنن. به اکثر شهرهای ایران سر زدیم، بریم به شیراز، یکی دیگر شهرهایی که شاهد اعتراضات مردم بود. آقای حمید از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای حمید به برنامه روی خط خوش آمدید. سلام علیکم. سلام، از بنده است. خسته نباشید. سپاسگزارم. من در خدمت هستم. خواهش میکنم از مشاهداتتون در شهر شیراز بفرمایید امروز شرایط به چه صورت بوده و اینکه هم نظرتون درباره دور جدید اعتراضات چیه و اینکه چشم انداز این اعتراضات رو چه میبینید؟ باز من حالا دارم صحبت میکنم. من خودم یه جانباز هستم در 8 سال جنگ بین ایران و عراق و در سال 57 همون که ظاهرات و راهپیمایی من بودم. ما به خاطر این که بیکاری و تورم و اختلاس مسمومی مافیای آقازاده ها اعتراض میکنیم، چرا که در سال 57 بنده در تظاهرات داشتم، شرکت داشتم و آقای خمینی پیام میدادن که باید حق خودتون رو و اعتراض خودتون رو از رژیم شاه بگیرید. ما چیزی کم نداشتیم و ساکت ننشینه. اگر به اعتراض شما رسیدگی شد که شد، اگر نشد به تظاهرات راهپیمایی ادامه دهید، بانک ها رو آتیش بزنید، اتوبوس ها رو آتیش بزنید، اموال دولتی رو به آتش بکشید و سربازا رو از پادگان ها فرار کنن. چطور اون موقع ما انقلابی بودیم ولی امروز شدیم اراذل اوباش؟ ما به خاطر حقمون هست. بله، شما فرمودید جانباز هستید. بله من جانباز هستم. بله خب یعنی میتونم آقای حمید میفهمم، ولی مثلا همین الان من اینجا توییت آقای در واقع اظهار نظر آقای علم الهدا بود دیگه، ایشون گفتش که این نظام به قیمت خون بچه‌های شما به وجود اومده. پس اگر برای شما هم به عنوان کسی که چه در دوران انقلاب در خیابان حضور داشتید، چه برای کشورتون جنگیدید، اگر برای شما هم نکرد، برای کی کرده؟ اینا همش به خاطر برای خودشون هست، برای بقای خودشون هست فقط. به خاطر ملت اصلا هیچ، به خاطر ملت نبوده. بله. صحبتی دارید آیا با همین در واقع افرادی که در صدر نظام هستن، رأس نظام هستن، مسئولین؟ ولی باید به فکر مردم باشن. مردم نمیدونن دارن چه، اصلا فکر خودش هستن، فکر مردم بیچاره نیستن. مردم گشتن به حال خودشون. سپاسگزارم آقای حمید، خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید. بذارید از شیراز بریم به لرستان. آقای اسفندیار همراه ما هستن. آقای اسفندیار به برنامه روی خط خوش آمدید. درود بر شما آقای سیباچی. سپاسگزارم. درود بر شما. آقا من الان تقریبا از 7 تا حالا مثل جهانگرد اصفهان بودم، کرج بودم، الانم در حال حاضر تهرانم. بسیار شروع و مردم روحیاشون بسیار خوب. فقط من یه خواهش از مردم دارم، یا نیان بیرون یا اگه آمدن تا آخرین قطره خونشو بمونن، مثل دیما نشد. دیما اگر آقای سیگارچی اگه 2 روزی ادامه داشت، خدا میدونه اینا جلوپوسش رو جمع کرده بودن برن، اون تا مردم شور جمعیدن و خصف خوردن. اما فکر میکنم الان هم مثل دیما نیست خوشبختانه. باید یه چی خدمت رو کنم، تمام تهران هر جا من امروز حتی خیابون طرف های مولوی مراقم، تمام حکومت نظامی دست دست سربازهای با باطن های مخصوص داشتن میادن که بر حد تصادف یه چند تا سرباز اومدن، 2 تاشو از محاسبه خود بودن، میشناختم شون، بچه های لورستان بودن، باشون صحبت کردم، سلام علیکم صحبت گفتم، شما واقعا سرکوب میکنید مردم، گفتم بابا ولکم، ما بهمون میگم برید، اما اگه خبری بشه با مردم توانی میکنیم. باشو خیلی کلی صحبت کردم، گفتم این موقع خودتون رو بد نکنید. ما همون زمان انقلاب 50 من خودم سرباز بودم،
زشتی کار نکن که موقع با مردم از شما از مردم نیست. و یه خواهش هم از این آقایان دارم، مثل یه آقای جلوتر آمد و هدف نداریم و فلان نداریم و چی و مردم خراب نکنن و مردم جدی های سیگار چیستری بلند شدن انشاءالله مگه خود خوب بلند شدن. خیلی ممنونم از شما آقای اسفندیار، خیلی ممنون که از لرستان همراه ما بودی. من یه کامنت میکنم بعد میریم به اسکایپ سر میزنیم. یه کاربر گفته که اعتراضات اخیر فرق بزرگ با اعتراضات قبل و اون آگاه شدن قشرهای ضعیف جامعه از ظلم شدید و فاصله طبقاتی و پیدا کردن جرأت اعتراض و این چیزی نیست که امروز از طرف حکومت سرکوب شه و فردا از جای دیگری بلند نشه. کاربر دیگری گفته من به عنوان یه ایرانی به هیچ وجه چشمم آب نمیخوره که رژیم جمهوری اسلامی از بین بره. دلیلش هم اینه که یه دست صدا نداره و فقط 10% مردم ریختن در خیابان و 90%شون نشستن در خونه و دست روی دست گذاشتن تا ملت همگی نریزن در خیابان. انقلاب و اعتراض به جایی نمیرسه. آقای ابراهیم حسن از اسلام شهر. یه کاربر دیگه هم خانم آتوسا گفتن که اهل تهران هستن، گفته من در دیروز در خیابون بودم یه گاز اشکاور زدم و من و چند نفر دیگه حالمون بد شد و ایشون بی حال روی زمین میفته و داد میزنم که کمک میخواستم و یه مأمور اومد و من ازش کمک خواستم، بقیهانه با باتوم چند ضربه دیگرم به ایشون زد. بریم یه اسکایپ سر بزنیم. آقای امیرعلی از کرج هم روی ما هستن. آقای امیرعلی به برنامه روی خط خوش آمدید. آقای امیرعلی از کرج اگر صدای من رو دارید روی خط هستید. بله، درود به شما جناب آقای سیگارچی عزیز و درود به همه هموطنانم. ببینید من هم اگر اجازه بدید تایید کنم حرف جناب آقای رضایی از اصفهان. ایشون مخالف اعتراضات نبودن، اتفاقا ایشون معتقد بر این بودن که این اعتراضات بالاخره با هدف داره برگزار میشه. ببینید من که در کرج هستم جناب آقای سیگارچی، وقتی میبینم که هموطنانم اومدن در خیابان، بالاخره اینا همه خیلی هاشون کارمندای دولت هستن، میان در این هوای گرم، خیلی هاشون خب شما میدونید کتک میخورن، باتون میخورن و فردا که میرن تو اداره جاتشون خیلی ها بهشون ابلاغ میکنه شما نمیدونم قانون گریزی کردید و طبیعتاً یک سری همین آقای سیگارچی میترسن و بر نمیگردن دوباره تو خیابونها. من فکر کنم همون جوری که خب پاشنه آشیل این رژیم الان آقای سیگارچی، این فضای واقعا فضای حقیقی مجازی است که متاسفانه رژیم به نظرم عمدن میگه فضای مجازی. به نظرم ما میتونیم در این فضای مجازی که خیلی هم فضای حقیقی هست خیلی یعنی کارا شما کنیم. معتقدین که اعتراضات از خیابونها جمع بشه بیاد وارد؟ نه آقای سیگارچی، من معتقد بر این نیستم. اتفاقا خودم تو این چند روز در کرج در خیابانها بودم. من معتقد بر این هستم که آقای سیگارچی عزیز، علاوه بر این که هموطنان در خیابان‌ها دارن اعتراض میکنن، در فضای مجازی هم باشن. شما در ابتدای برنامه خب یه فیلمی از صفحه خانم علی نژاد نشون دادید. ببینید خب خیلی از مردم نمیدونن که ماموران نیروی انتظامی که کنار خیابان ایستادن هم نظر با ما هستن. یه لحظه آقای امیرعلی، من فقط اظهار نظراتی که هستش رو میپرسم. مثلا من کامنت آخری که خوندم در واقع یه کاربر میگفت که آقا این مردمی که الان اومدن بیرون فقط 10% هستن، 90% نیستن. عملا این چیزی که یه لحظه فقط سوالم بپرسن که کوتاه اگه بشه پاسخ بدید، یعنی شما میگید که این بخشی که اومدن خیابون تو خیابون باشن، یه بخشی هم تو خونه بشینن پای کامپیوتر، درسته؟ معتقد نیستم که 10% مردم هستن. من معتقد هستم که خیلی بیشتر از این 10% هستن که معترض هستن. من میگم که همراه باشیم با فضای مجازی. خیلی از حرفامون رو ما میتونیم کارهامون رو در فضای مجازی، خب شما خودتون سعی گذاشتید در این ممنون. آره ما داریم نظرات شبکه‌های اجتماعی رو هم میخونیم، خیلی هم دارن در موردش خبر رو. در واقع بخش اعظم خبرها اصلا اینو من بگم اینجا از صدا و سیمای جمهوری اسلامی یا رسانه‌های درون ایران که خبری در ارتباط با بحث اعتراضات یا مشکلات مردم که بیرون نمیاد. طبیعتاً این شبکه‌های اجتماعی هستن که این فرصت رو به مردم داده که صداشون رو به گوش جهانیان برسونن. یه پیام هم از طریق همین راه ارتباطی به قول آقای علیرضا امیرعلی شبکه‌های اجتماعی دریافت کردن، یه فایل صوتی دیگه هستش که برای این بخش اگر بشه اون رو با هم بشنویم و بعد حرف که خیلی زیاده. ما 40 سالی که داریم اعتراض میکنیم و سرکوب میشیم.
فقط هم سرکوب توی خیابون نبودن، زندان و شکنجه و اعدام و خودکشی شدن هم داشتیم، حالا هم داریم. در مورد اعتراضای دو سه روز گذشته، بله یه بخشی از اعتراضا به گرانی و وضعیت اقتصادیه، اما همش این نیست. جالب، آقایونی که تریبون دارن در جاهای مختلف مثل نماز جمعه همشون یک صدا شدن و میگن این اعتراضا سنفی بوده. اون آقای علم الهدا که دست پیشو گرفته میگه مردم بیان اعتراض کنن و دولت روحانی مجبور بشه پاسخگو بشه. من نمیدونم شعار آخوند برو حیا کن مملکت رو رها کن یا توپ تانک پیش بشه آخوند باید گم بشه سنفیه یا کلیت نظام رو در بره داره. نظری کاربر برنامه را ادامه میدیم و بعد به سراغ خطا میریم. کاربری یه مدت طولانی نوشتهشون، گفته رئیس جمهور گفته که هر گونه مذاکره، صحبت یا توافق با آمریکا یعنی تسلیم، و تسلیم یعنی از دست دادن تمام دستاوردهای 40 ساله انقلاب. دارم فکر میکنم منظورش دقیقاً کدوم دستاورده. مغزم هنگ کرده. شما نمیدونید کدوم دستاوردها رو میگه؟ بعد اشاره کرده. به شدت مرفه شدیم، محیط زیستمون در بهترین وضعیته، صنعت پویا داریم، پاسپورتمون معتبرترین پاسپورت دنیاست، پولمون با ارزشترین پول دنیاست، ایمان همه قرص و محکمه، درآمدها بالاست، بیمه و تامین اجتماعی داریم، آمار طلاق پایینه، دوز نداریم، بدبخت نداریم، جاده و ماشین توپ نداریم، شادترین مردم دنیا هستیم. کدوم اینها؟ این پرسشی بود که این کاربر مطرح کرده بود. برنامه رو ادامه بدیم، بریم به گرگان هم یه سر بزنیم. آقای آرمان از طریق تلفن امر ما هستن. آرمان به برنامه روی خط خوش آمدید. آقای آرمان، بذار وقت رو از دست ندیم، با آرمان خداحافظی میکنه، اگر بود حالا دوباره میتونیم باهاش صحبت کنیم. لطفا از طریق تلفن صحبت کنید که این تاخیرمون در واقع برطرف بشه. میریم به اسکایپ سر میزنیم. خانم شیدا فرمودن که از اسکایپ همراه ما هستن. خانم شیدا سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. درود بر شما آقای سیگارچی، سپاسگزارم. من میخواستم فقط بگم که این تظاهرات سراسری اگر ادامه پیدا کنه و اگه مردم همشون، حالا اگر از این 80 میلیون حداقل 2-3 میلیون هم به این تظاهرات بپیوندن، مطمئن باشین این حکومت 100% سقوط میکنه. چون که مگه چقدر اینا نیروی سرکوب دارن برای سرکوب کردن؟ همین 3 روز تو اصفهان این اعتراضا باعث شد باورتون نمیشه چه ترس و چه بیمی ما میبینیم توی این مامورا و این سرکوبگرایی که تو خیابونا وایسادن و حتی از رفت و آمد معمولی مردم هم میترسن. خانم شهیده، میتونم بپرسم چند سالتونه؟ من 28. به عنوان جوان 28 ساله، ما هر بار اعتراضی توی این کشور میشه، در واقع دقیقا این 5 تا اعتراض آخر، یکیش فقط برای آب بود در خرمشهر که مشخص بود، ولی باقی مباحث رو مقامات و حامیان حکومت میگن مشکلات اقتصادی. شما الان در مورد گذر از حکومت صحبت میکنید، در واقع فراتر از بحث مشکلات اقتصادی. نه، اصلا مسئله اقتصاد نیست. ما همیشه مشکل اقتصاد رو تو این 40 سال داشتیم، حتی دوره جنگ مشکلات اقتصادی مردم خیلی بیشتر بوده، انقدر وضعیت مردم بد بوده که مثلا کوپن و اینجور چیزا میگفتن. ولی الان مسئله فراتر از مسئله اقتصادیه، چون اگه فقط اقتصادمون بود و ما حکومت رو دوست داشتیم، مطمئنا به قول خودشون اقتصاد مقاومتی و اینجور چیزا رو انجام میدادیم. ولی مسئله اینه که مردم با کلیت نظام، با ماهیت نظامی که
نه آزادی پوشش داریم، نه آزادی بیان داریم، نه حتی میتونیم حرفمون رو بزنیم. هیچ چیز نداریم تو این کشور، هیچ دلخوشی، هیچ شادی نداریم. و فقط اینو به فکر سوریه و لبنان و فلسطین و غزه و اینجور چیزا هستن. برای همین مردم دیگه اصلا کلن میخوان که سیستم مذهبی از کشور بره. خیلی ممنونم از شما خانم شهیده. من چند تا توییت بخونم. کاربری به نام عجیب زاده گفته وقتی مردم میگن توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه، یعنی خامنه ای، خاتمی و روحانی و غیره، خلاصه همه، سوا نکن دقل باز. کاربر دیگری به نام شادی گفته که طنز تلخ دیگه اینه که مرجع فاسد ناصر مکارم سرتیم مافیای واردات شکر خواهان تغییر در دولت شده و با لحن تند از قوه قضاییه نقد کرده و خواستار برخورد قاطع با مفسدین شده. خیر آقای مکارم، سقوط نزدیک است و به زودی بساط شکرفروشی شما هم تخته خواهد شد. صدف پانو هم کاربر دیگری است که گفته امام جمعه و مسئولین اعتراضات مردم را کار دشمن دونستن و به مردم معترض لقب دشمن دادن. یکی نیست بهشون میگه آخه لعنتی ها، شما خودتون بزرگترین دشمن مردم این کشور هستید. ویرانی های این کشور و بدبختی مردمش نتیجه 40 سال حکومت شماست. کاربر دیگری به نام علی هم گفته که امروز شهرهای مختلف صحنه اعتراضات پراکنده خیابانی مردم بود، باید از حق اعتراض مسالمت آمیز مردممون دفاع کرد، حقی که 4 دهه از مردم سلب شده. انتساب اعتراضات مردم به بیگانگان به معنای زیر سوال بردن این حق بنیادین است. برنامه رو ادامه بدیم. من تقریبا از تمام شهرهایی که خط گرفتم یه بار گرفتم. بذارید یه نظر از خارج از کشور هم داشته باشیم. آقای رحیمی همراه همشگی برنامه روی خط. آقای رحیمی به برنامه روی خط خوش آمدید از اسکایپ. درود به شما آقای رحیمی، بفرمایید روی خط هستید. سلام آقای سیگارچی. سلام از بنده است. سپاسگزارم. زنده باشید آقای سیگارچی. زحمت میکشید. خواهش میکنم. بشه روزی که بتونیم قدردانی کنیم از شما. خواهش میکنم. عذر میخوام، روم با مردم ایرانه. من خیلی بچه بودم، سنم پایین بود. اومدن به هم گفتن برو تو خیابون شعار بده. گفتیم برای چی؟ گفتن فرح صورتشو با شیر میشوره، با پول مملکت داره اینجوری میره. و یه در حالی بودش که تو مدرسه ها داشتن شیر مجانی به مردم میدادن که آخر وقت مدیر میگفت که ببرین خونه هاتون هر کی میخواد. مردم ایران یک مردمون با غیرتی هن و الانه غیرتشون دو مرتبه به جوش اومده. تا کی میخوان تحمل بکنن این همه دزدی و سرقت و این همه دروغی که از اول انقلاب تا همین الانه به مردم گفتن؟ من درود میگم به این شیرزنان ایران، به این شیرمردان برانداز ایران و امیدوارم که کار رو یک سره بکنن، مردم تو خیابون باشن. آقای سیگارچی وقت دارم یه دقیقه؟ اگر یه 30 ثانیه باشه من ممنون میشم. مردم ازتون خواهش میکنن، ازتون استدعا میکنن، ببین حقتون رو از اینا بگیرین. ببخشید آقای رحیمی، معذرت میخوام، ما نمیتونیم اجازه بدیم که بگید فراخوان بدید. این یه مقدار از سیاست‌های ما بدوره. میتونید نظرتون رو تو قالب نظرتون بگید، ولی اینکه رسما فراخوان میخواید اعلام کنید یه مقدار. مرسی از شما آقای رحیمی، سپاسگزارم که تماس گرفتید. بریم به خراسان. آقای سهیل امروی ما هستن. سهیل سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. آقای سهیل اگر صدای تلویزیون رو کم کنید از طریق تلفن با من همراه باشید ممنون میشم. بذار با سهیل خدافظی کنم، یه خط دیگر رو میگیرم. آقای آرمان از گرگان از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای آرمان صدای من رو دارید آیا؟ بله بله. خواهش میکنم. سلام از بنده است، بفرمایید روی خط هست. سپاسگزارم. آقای سیگارچی جانم، عرضم به حضور شما من یکی از شعارهای انقلاب رو بگم. حساب کن اینا چقدر ساده و با چیز میخونن. شعار داده بودن که عرضم به حضور شما به کوری چشم شاد زمستان بهاره. آخه زمستان باید زمستانیش رو بکنه، بهار باید بهاریش رو بکنه. میخوام بگم که چقدر اینا ساده لو بودن. عرضم به حضور شما در خصوص این اعتراضات آقای روحانی باید پاسخ بده. چرا؟ چون دلارا رو 5400 تومان داده به دوروریاش. عرضم به حضور شما نه تنها به دوروریاش، بلکه کسانی که با تماس با آقای روحانی به اینا هم داده، اینا رفتن عرضم به حضور شما پولا رو گرفتن. از طرف قانون قانونی چی میگه؟ باید از بسیار تنخواه پول بده.
همه پول نده، زیره تنخواه بهش بده، جنسی که آورد بقیه پولی که پرداخت رو، این قانونیه، قانون برنامه بودجه و مالیه. حتی گمرک، حتی ارزان سازمان برنامه بودجه، حتی بانک مرکزی، تمام اینا باید موضوعاتش مشخص شده باشد. حالا من واقعا متاسفم، تهران هم دچار مشکل کردن، شهرستان ها که انقدر مشکل دارن نهایت نداره. این مردم من از مردم خزانه میخوام تو خیابان بیان مطالبه دامیز. خیلی ممنون از شما آقای آرمان که از گرگان تماس گرفتی. من زمان کوتاه، خیلی زمان باقی نه، اگه کوتاه بگید ممنون میشم. آقای شاهین از تهران هم همراه ما هست. آقای شاهین سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. جناب سیگارچی درود به شما. من خیلی سریع صحبت کنم چون گفتین کوتاه صحبت کنم. من اول میخوام به تمام هموطنانم، برادرانم، خواهرانم، پدران و مادرانم یه چیزی رو بگم. ما خواستامون یک پکیجیه که از آزادی گرفته تا اقتصاد، تا این که داره خاکمون فروخته میشه، تا این که داره حتی چیزای سنتیمون مثل کوروش کبیر داره خراب میشه، همه چیمون اصلا نمیخوام بگم، وقتو بگیرم. یکم که جناب سیگارچی، من میخوام به اون بچه بسیجه، به اونایی که دارن میان میگن بیگانه، اولا که جناب سیگارچی من با شما نیستم، الان با بچه‌هاییم که دارن شایعات میکنن. جناب سیگارچی هموطن من یک ایرانیه و حق مسلمش به عنوان یک ایرانی یک شبکه‌ای در اختیار ما گذاشته. باشه، ما به هیچ شبکه خارجی زنگ نمیزنیم، ولی به شرطی که شما جیگر اینو دارین که یک شبکه ملی خودمون رو بذارین برای اعتراضات خود مردم عزیزمون، بدون پیگرد قانونی. هیچ موقع این کار رو نخواهیم کرد. به خاطر همین ما به جاهای دیگه زنگ میزنیم. اینو دارم به سران کشور میگم که تقصیر کشورهای خارجی نندازن. بابا مردم حقشونه. یه روستایی چیکار با خارج داره؟ خود من چیکار با خارج دارم؟ من حقمو میخوام از این کشور. به عنوان یه جوان انقدر گردن کشورهای دیگه نندازیم. و به تمام دوستانم میخوام بگم، به تمام مردم میخوام بگم، خود من دیروز 4 تا باتون خوردم. فقط میخوام یه چیزی بگم، مردم مصالحت آمیز، یعنی بدون درگیری، اینا فقط منتظرن ما به خشونت دست بزنیم. اگر الان 10 تامون رو میکشن، اون موقع میلیون ها از ما میکشن. همه دنیا دارن میبینن، ما فقط داریم یک تظاهرات مردمی انجام میدیم. خواهش میکنم فریب دیگران رو نخورید، خشن رفتار نکنید، بذاریم بزنن. خود من از 4 تا باتون خوردم، عیبی نداره، ولی تمام دنیا دارن میبینن ما خیلی مصالحت آمیز. اینایی که اومدن غارت کردن کشورمونو، اینایی که اومدن دارن فرهنگمون از بین میبرن و بیرون کنیم. بعدن این پکش همه چی توش هست، این رژیم برگرده. دوستان انقدر تفرقه بین همدیگه نندازیم. جناب سیگارچی من آخرین صحبتمو کنم، نمیخوام وقت برنامه‌تونو بگیرم، اصلا نمیخوام. فقط گول پلیس خوب پلیس بدو نخورید. خدا به دادمون برسه. امروز علما خدا از این صحبتش تو اتاق فکرشون چه نقشه‌ای داشته. مردم گول پلیس بدو پلیس خوب نخورید، همشون پلیسن. خیلی ممنون، درود بر شما، همکارانت جناب سیگارچی. شما هم یک ایرانی، من به یک ایرانی دارم زنگ میزنم. خیلی ممنون، سپاسگزارم آقای شاهین. من فقط یه توییتی، یه کامنتی هم بخونم. محمد در مورد همین نکته‌ای که آقای شاهین اشاره کرد، در مورد اینکه همیش بگید آمریکا، گفته دست بردارید بابا، آمریکا آب برق ما رو قطع می‌کنه، آمریکا گرونی‌ها رو آورده، آمریکا با اسم ائمه مؤسسه میزنه پولای مردم رو رد می‌کنه و برمی‌داره و می‌بره کانادا، آمریکا به اسم دین داره اختلاس می‌کنه، آمریکا پول نفت و نفت ملت رو خرج اینور اونور می‌کنه. بابا بی خیالش لطفاً، هر چی میشه آمریکا میکنید. اینها مردم خودمون هستن، مردمی که نونشون هم امروز ندارن که بخورن. به پایان برنامه امروز رسیدیم. من از سایر عزیزان که فرصت نشد که در برنامه همراهشون باشم، نظرشون داشته باشیم، واقعا عذر میخوام. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. صدای آمریکاست.